در پی انفجارهای تروریستی اخیر در سوریه که بیش از 100 شهید و مجروح بر جا گذاشت، دولت سوریه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا اقداماتی مناسب علیه کشورهای حامی تروریسم در نظر بگیرد. وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد این انفجارهای خونین بخشی از مکانیزمی نظاممند است که از سوی سازمانهای تروریستی نظیر جبهه فتح و شام، جیش الفتح، احرار و شام و بسیاری دیگر به منظور نست کشی شیعان و مردمان آزاده انجام شده و این گروه ها برای منشور سازمان ملل و قوانین و مقررات مرتبط احترامی قائل نیستند. وزارت امور خارجه سوریه در این بیانیه تصریح کرد دولت سوریه از شورای امنیت سازمان ملل می خواهد تا فورا جنایات خونین گروه های تروریستی را محکوم و برای حفظ صلح و امنیت بین المللی آنها را مسئول این حملات معرفی کند. سوریه از سال 1389 شمسی صحنه ناآرامی های مرگبار است. بر اساس گزارش مرکز پجوهش های سیاسی سوریه که در بهمن 1394 منتشر شد حدود 470 هزار تن از مردم سوریه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جریان این نارامی ها جان خود را از دست داده اند و در حدود یک میلیون و هزار نفر مجروح شدند. در نارامی های پنج ساله سوریه میلیون ها تن نیز در داخل و خارج از این کشور جنگ زده آواره شدند.